در مورد رنگ در کارهام قرار شد صحبت بکنم. اعتقاد من اینه که خوشنویسی ما، خوشنویسی سنتی ما، اگر بخوایم به چشمه های جدیدتر و نوترش دست پیدا بکنیم، به انقدر فضاهای جدید داره خود خوشنویسی، خود ذات حروف، حروف خوشنویسی ایرانی، که میشه به یک چشمه های جدیدتری دست پیدا کرد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که من به قائلم به این که رنگ هم میتونه کنار این کار بیاد. وقتی میگم رنگ میتونه کنار کار بیاد، به این معنی نیست که بگیم خوشنویسی ما یا حروف ما به لحاظ بصری و به لحاظ زیباشناختی فرمی نیازمند رنگ باشن. نه، اینها چیزهایی هستن که مترادف موازی به موازات هم میتونن جلو برن و همدیگر رو سپورت بکنن، جذابتر بکنم، به یک چشمه های جدیدتری، به یک فضاهای جدیدتری دست پیدا بکنم. بعضی از رنگ ها تعلق درونی خود منه، سبز، آبی، خب اینها قطعا اینطوری هست که بر اساس کودکی من به اصطلاح در نهاد ناخودآگاه من حک شده، به وجود اومده از قدیم، چون به هر شکل من ایرانی هستم که در فضای ایران زندگی کردم، تو ایران بودم، هستم و با اون فضا دارم زندگی میکنم. این ایران یک بکگراندی داره، این بکگراندش برمیگرده به اسلام، بعد قبل از اسلام و همه اینها تاثیرات خودش رو خواهد گذاشت. من فکر میکنم هنرمندی که مالک منطقه خاصی هست، هیچ نیازی تلاش بکنه بگه من طوری رنگ بگذاره که نشون بده مال اون منطقه است. همین که مال اون منطقه باشه تاثیر خودش رو خواهد گذاشت. یعنی اینکه من چه بخوام و چه نخوام رنگ هایی رو میگذارم که رنگ های ایرانی هن. اینها دل مشغولی های درونی ذاتی منه، ناخودآگاه منه که در من به وجود اومده. اینکه ما مالک خانواده خاصی هستیم، ما یک منطقه خاصی، ما یک فرهنگ خاصی و یک کشور خاصی و یک به اصطلاح نمیدونم کره خاصی، همه اینها تو کارهایمون خواهد بود قطعا. از این منطق خب منم وقتی از ایرانی هستم رنگ هایی رو استفاده خواهم کرد ناخودآگاه که ایرانی هم. یک قصتیش اینه، بخش عمدهش اینه که من رنگ هایی رو که میارم سعی میکنم کهنه کنم، پتینه کنم، یک جورایی به یادآوری دوردست ها رو مثلا داشته باشم. این به این معنیه که حس من اینه که خوشنویسی خیلی بیسش خیلی قدیمی، از سالهای دور، سالیان بسیار دور، توسط استادان درجه یک و بسیار پرکار کار شده و بسیار خلاق تا به امروز. من میخوام یک رد پای از گذشته بیارم، به همین دلیل رنگ هایی رو که میگذارم خیلی شارپ و خیلی جدید و خیلی تازه و شست و رفته نمیتونم کنارش بگذارم. مثل اینکه شما یک چیزی رو دارید، یک فرمی رو دارید که بسیار محکم و استواره، نمیتونید کنارش فرم های سبک و سطحی بگذارید. به همین دلیل مجبورم خاطره ای از اون خط رو که خاطره ای که دارای قدمت بسیار با افتخار پر افتخاری هست رو توی رنگ ها هم اضافه بکنم. به همین دلیل رنگ هایی کم کهنه تر میکنم که حس قدیمی اون رو بیشتر برسونه و ما رو به جاهای دور ببره که یک جور نوستالژی بسیار حالا جدیدتر یا بسیار جذابتری رو برای ما ایجاد بکنه.